دورنه جام وقت بالاخره به صورت رسمی از مهراد جام جدا شدش و آخرین شانس مهراد برای بازگشتن هم از دست رفت. توی این ویدیو همراه ما باشید، ماجرای کامل جدایی رسمی دنیا جام وقت از مهراد جام رو براتون تعریف میکنم و میگم بهتونم که چی شدش که اقامت مهراد توی انگلیس هم لغو شدش. سلام سلام، چطورید رفقا؟ حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. ویدیو امروزمون راجع به جدایی دنیا جانبخ از مهراد جمه و حواشی که این جدایی داشتن. یادتون باشه چند ماه پیش بودش که مهراد جم دنیا و بچه توی شیکمش رو همینجوری ول کرد و یه هوی برگشت ایران و از اون موقع هم گمگو رو هیچ خبری ازش نیستش. معلوم نیست چه بلایی سرش اومده یا خودش شخصا تصمیم گرفته که سکوت بکنه و چیزی نگه. حتی نسبت به بچه‌ای که به دنیا اومدش هم واکنشی نداشتش مهراد جان. ولی خب از اون طرف دنیا همیشه توی ویلاگا و پستایی که این ور اونور میذاشتش میگفتش که هنوز مهراد شانس برای برگشتن داره و هر چی باشه پدر بچه‌م و دوست ندارم که بچه‌م بدون پدر بزرگ بشه و هنوز شانس داره برای برگشتن. ولی خب یهویی 5 صبح امروز یه دونه استوری گذاشت و توی اون گفتش که بچه‌ها دیگه از مهراد چیزی از من نپرسید. رابطه ما برای همیشه تموم شدش و یه استوری مفصل گذاشت و گفتش که به صورت رسمی از اون جدا شده و طلاق گرفته و حتی رفته اقامت اون رو هم لغو کرده. توی این استوری دنیا نوشتش: بچه ها لطفاً انقدر در مورد مهراد نپرسید. نمیخواستم اینو بگم ولی میگم که دیگه تمومش کنید. 3 روز پیش 22 دسامبر کار طلاق تموم شد و من به صورت قانونی از ایشون جدا شدم و اقامت انگلیس رو هم باطل کردم و دیگه نمیتونه برگرده پیش ما. هیچ نسبتی هم نداریم دیگه، من و پسرم با این آقا. من سینگل هستم و به تنهایی من و آرتام میریم جلو. ازتون میخوام دیگه اسمی از این شخص نیارید. ممنون. خب خلاصه ماجرا این بودش و مثل اینکه جدی جدی دنیا از مهراد جم جدا شد و مهراد هم دیگه شانسی برای برگشتن نداره. حالا از اون طرف هم اگه توی ایران به اون اهدافی که مد نظرش بوده نرسه و نتونه کنسرت بذاره و مجوز بگیره و کار بکنه، میشه یه جورایی از اینجا مونده و از اونجا رونده و هیچ جایی شانسی برای ادامه زندگی نداره. البته دنیا جانبخ همین چند وقت پیشا توی یکی از ویلاگای یوتیوبش گفتش که توی ویلاگ پرسش و پاسخش به سوال یکی از کاربرا که ازش پرسیده بودش که آیا از مهراد جدا شدی و آیا مهراد شانسی برای بازگشت داره یا نه، پاسخ دادش که هر کاری کنم اون بچه پدر بچه‌مه و هنوز شانس داره که برگرده و ما هیچ طلاق رسمی از هم نگرفتیم و ما هنوز زن و شوهر هستیم. ولی خب یکی دو هفته از این ویلاگ گذشته و مثل اینکه دنیا تصمیم جدیشو گرفته و از مهراد جدا شده. ما هیچ گونه قضاوت و جهپگیری نسبت به این ماجرا نخواهیم داشت، چون که واقعا طلاق گرفتن یه چیز شخصی و به زندگی شخصی افراد مربوط میشه و بک‌گراند زندگی و اتفاقاتی که توی زندگی افراد مختلف افتاده رو ما نمیتونیم و ندیدیم و نمیتونیم قضاوت بکنیم. واسه همینم دنیا جمعه یه جورایی حق شاید داشته باشه که تصمیم برای زندگیش بگیره. با توجه به اینکه مهراد چندین ماه هم هستش که ازش خبری نیست، دنیا تصمیم گرفته که از اون جدا بشه و واسه همیشه طلاق بگیره و بچه‌شو تنهایی بزرگ بکنه. نظر شما چیه؟ به نظرتون دنیا حق داشته که طلاق بگیره از مهراد یا باید منتظر میموند و صحبت‌های مهراد و خواسته‌هاش هم میشنید؟ شاید واقعا بر مهراد مشکلی پیش اومده و قصد داشته برگرده ولی نتونسته برگرده. حتی نظرتون تو بخش کامنت ها برای اون بنویسید. یادتونم نره از کانال ما حمایت بکنید و این دکمه قرمز رنگ سابسکرایب رو روش کلیک کنید و اون زنگولش رو هم بزنید. اگر از این ویدیو لذت بردید که حتما با یه لایک کوچولو از ما حمایت بکنید. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون باشه. پیشنهاد میکنم در ادامه یکی از این ویدیوها رو هم تماشا بکنید.